درود بر دوستان عزیز و همراهان گرامی کانال اکسنس فارسی. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید و از آموزش های کانال استفاده کافی رو برده باشید. امروز قصد دارم برای دوستانی که تازه به جمع معاملگران فارکس پیوستن و هنوز در اول راه هستند، آموزش استفاده از خط روند رو و نحوه رسم خط روند رو توضیح بدم. دوستان از من خواسته بودن که این آموزش رو براشون بذارم، یعنی آموزش خط روند رو، و من سعی میکنم در ادامه آموزش های بیشتری رو برای دوستانی که تازه به جمع فارکسیان پیوستن، یعنی افرادی که در فارکس کار میکنن، این رو قرار بدم. خب اول من این رو عرض بکنم که خط روند در فارکس، ما استفاده خیلی زیادی میتونیم از این خط روند داشته باشیم. خط روند انواع مختلفی داره که در ادامه اون رو با هم خواهیم دید، ولی خب بیشتر معاملگران از خط روند به عنوان تعیین جهت بازار استفاده میکنند یا برای بریک کردن استفاده میکنند، یعنی زمانی که خط روند قیمت خط روند رو بشکنه و در زیر اون بسته بشه، اینجا معاملگران بازار فارکس یا کسانی که در بورس کار میکنن اینجا متوجه میشن که قیمت تغییر جهت داده، و یعنی اگر به سمت بالا یا آپ ترند بوده به اصطلاح، با شکست خط روند قیمت از اون لحظه به بعد داون ترند شده یا به سمت پایین شده، و برعکس اگر قیمت داون ترند بوده با خط شکستن خط روند نزولی که ما داشتیم، قیمت تغییر جهت داده و قصد داره آپ ترند بشه یا به سمت بالا. خب برای رسم خط روند از این گزینه استفاده میکنیم که به نام دراو ترند لاین هستش. انواع خط روندی که ما داریم، خط روند دره به دره هست یا این به صورت بازار که به صورت هفت میشه، ما به این قسمت میگیم دره، و اگر به صورت هشتی شما میبینید اون بالا میگیم قله. خط روند از این یک دره به دره بعدی ما به این به این رسم این خط میگیم خط روند دره به دره، یعنی برای نصب خط روند، رسم خط روند، ما باید حداقل دو دره رو داشته باشیم که بتونیم خط روند رو رسم کنیم، و هر چقدر که بیشتر بازار این خط روند رو تاچ بکنه، اون خط روند از اعتبار بیشتری برخوردار هست، یعنی نشون دهنده این هست که ما این خط روند رو درست رسم کردیم. خب خط روند بعدی که داریم خط روند قله به قله هستش، یعنی شما اینجا ملاحظه میکنید که من اینجا یه قله دارم، یه قله هم اینجا هستش. ما این خط روند رو میتونیم اینجوری رسم بکنیم، میبینید که این هم یک نوع خط روند هستش. خط روند بعدی خط روند قله به قله نزولی هست. این خط روند قبلی قله به قله صعودی بود، این خط روند قله به قله نزولی هست که ما میتونیم با داشتن حداقل دو تا قله اون رو رسم بکنیم، و اگر ما این خطوط روند رو ادامه بدیم، میبینید در آینده بازار زمانی که قیمت به این خطوط برخورد میکنه واکنش نشون میده. همونطور که ملاحظه میفرمایید در روی این کندل که با سایه بسیار بلند هستش، زمانی که به این خط برخورد کرده واکنش نشون داده، و خب درسته که ازش رد شده، ولی خب این خط و مقاومت هایی که سر راهش بوده اجازه شکست این خط روند رو نداده، و خب قیمت به زیر خط روند برگشته و در زیر خط روند بسته شد. خب این هم سومین مدل از خط روند بود. خط روند بعدی که ما داریم خط روند دره به دره نزولی هست، یعنی ما اینجا یه دونه دره داریم، اینجا هم یه دونه داریم، میتونیم یا به این رسم بکنید و این رو ادامه بدین. ببینید که قیمت زمانی که به این خطوط روند برخورد کرده واکنش نشون داده و خب جهشی رو به سمت بالا داشته. خط روند بعدی که ما داریم خط روند قله به دره هستش، یعنی شما میتونید از یک قله به یک دره
خط روند رسم بکنید. مثلا اینجا بهتر است از این قله ما به این دره خط روندی رو خواهیم داشت. ما اینجا یه دونه این رو میکشیم و ادامهش میدیم. میبینید که اینجا هم برای ما اومده و تاچ شده و بازار جهتش رو ادامه داده. خط روند بعدی ما دره به قله هستش که اینجا هم میتونیم داشته باشیم. مثلا اینجا ما یه دره داریم، اینجا هم یه قله داریم. ما این رو از اینجا به این قله رسم میکنیم و میکشیم ادامه میدیم. همینجا میتونید داشته باشید، همینجا میتونید داشته باشید. خب یعنی زمانی که حالا شما این خط روند رو رسم بکنید، زمانی که قیمت به این خط روند برخورد بکنه واکنشی رو خواهد داشت و بانس میکنه بازار، یعنی در جهت معکوس حرکت بازار چند پیپی رو میتونید از بازار بگیرید. خب این خطوط روند هست و روش نصب خطوط، رسم خطوط روند بوده. خب بیشتر، ولی خب بیشترین استفاده خط روند که میشه و بیشتر دوستان استفاده میکنن برای شکست خطوط روند هست. اجازه بدید من اینها رو پاک بکنم تا من اون رو به شما نشون بدم. خب ما فرض رو بر این میگیریم که بازار در اینجا بوده. حالا از این قسمت بازار شما به اون بر ما نداریم، بازار از این قسمت به این بر نداریم. شما فرض کنید که بازار نیست. خب ما اینجا دو تا دره داشتیم و میتونیم از این دره به این دره یه خط روند رو رسم بکنیم. زمانی که این خط روند ما شکسته بشه، ما باید منتظر باشیم که بازار مجدد به این خط روند ما برخورد بکنه و ما بتونیم ما باش وارد معامله بشیم. یعنی در اینجا بازار خط روند ما رو شکسته و خب اینقدر حرکت بازار شدید بوده که دیگه این برنگشته دوباره این خط روند رو تست بکنه و از همینجا ریخته. در مواقعی که بازار حرکت‌های بسیار شدیدی داره، این دوباره بر نمیگرده خط روند رو تاچ بکنه یا تست بکنه. و شما الان اینجا رو اگه ملاحظه بفرمایید میبینید که این کندل بزرگ این خط روند ما رو شکسته و از همینجا بازار تا این پایین 159 پیپ 160 پیپ بازار حرکت داشته. یا اگر خط روند این خط روند ما سویدی بوده که بازار از اینجا تبدیل به نزولی شده و برگشت. حالا اگر ما خط روند نزولی رو داشته باشیم، میتونستیم این رو در نظر بگیریم. خب اینجا اگر دقت بکنید بازار شکسته خط روند رو و در برگشت تونسته دوباره به زیر خط روند برگرده، ولی مجدد وقتی که شکسته از این نقطه بازار جهتش عوض شده و به حرکت صعودی خودش ادامه داده. خب من این نکته رو هم خدمت شما عرض بکنم. شما زمانی که خط روند رو نصب میکنید یا به اصطلاح رسم میکنید، زمانی که شما دو تا دره رو میبینید، یعنی اینجا دره اول، اینجا هم دره دوم، در خط روند بعدی شما این رو نباید به این در وصل بکنید. شما باید بهترین راهش این هستش که از دره بعدی به دره بعدی رسم بکنید. این خط روند ما میشه. و خب اگه ببینید این رو ادامه بدین، ببینید خیلی برخوردهایی در مسیر راه باش داشته و بازار در نقاط مختلف برخوردهایی که با این خط داشته تأثیر گذاشته روی بازار. اینجا خورده و برگشته، اینجا مجدد خورده به خط روند و برگشت خورده به بالا، اینجا خط روند رو شکسته و اومده خط روند رو تست کرده و نتونسته از خط روند رد بشه و مجدد بازار ریخته. خب یک نمونه هم از لحاظ صعودی بگیریم، نزولی بگیریم. این دوتا به هم وصل شدن. در مرحله بعدی ما
میرسیم این رو به این نصب بکنیم، وصل بکنیم، یه خط روند بوده. شما میرسید این رو به اینجا وصل بکنید. ملاحظه میفرمایید در هر خط روندی برخوردهای وجود داشته و بازار بهش عکس العمل نشون داده. خب اگر دوستان نمیتونن اون قله ها و دره ها رو پیدا بکنن، در آموزش بعدی ما که مربوط به پیدا کردن قله ها و دره ها توسط اندیکاتور مکدی هست شرکت بکنن و اون رو ببینن. حتما ما قله ها و دره ها رو، یعنی قله ها و دره های ماژول رو، یعنی قله های اصلی رو میتونیم توسط اندیکاتور مکدی پیدا بکنیم. امیدوارم که از آموزش خط روند استفاده کافی رو ببرید و در معاملاتتون و در روی چارت این رو پیاده کنید و تمرین بکنید. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.